سلام این اپیزود 15 پادکست بی پلاس و در آبان 97 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو برای شما تعریف میکنم در اپیزود 15 هم رفتیم سراغ کتاب The Halo Effect این یک اصطلاحی هم اثر حاله ای ترجمه میشه هم خطای تعمیم بعضی وقتا ترجمهش میکنن در عنوان ما ترجمهش کردیم اثر حاله ای چون اصطلاحی که بیشتر توی منابع فارسی دیده میشه ولی توی خود اپیزود برای اینکه مفهوم بهتر منتقل بشه من معمولا بیشتر گفتم اثر خطای تعمیم اصطلاحیه که هم توی روش تحقیق و آمار کاربرد داره هم توی روانشناسی و اینها حالا درباره مفهومش توی اپیزود حرف میزنیم منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بیشتر اپیزودهای دیگری بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته که توضیحاتش رو میتونید در بی پلاس پادکست دات کام ببینید میتونید از همونجا عضوش هم بشید مقدمه دیگه همین قدی بسه بریم توی خلاصه داستان بعد آخر اپیزودم من یکی دوتا توضیحات اضافه دارم که میگم کتاب از اینجا شروع میشه که همه دوست دارن بدونن چی میشه که یه شرکتی موفق میشه یه مقدار طبیعی هم هست البته دوروبر ما پر از افتخارات و اخبار دستاورت های شرکت های موفق و ما هم که شرکتی نداریم یا شرکتی داریم و موفق نیستیم میفتیم به فکر اینکه ببینیم اینها چیکار کردن که موفق شدن ما هم همون کار رو بکنیم صورت مسئله به جای اینکه باشه که چیکار کنیم موفق بشیم شده اینکه ببینیم بقیه چیکار کردن موفق شدن ما هم همون کار رو تکرار کنیم و نتیجتا راهی که برای حل مسئله میریم از این مسیر میگذره و این به نظر نویسنده میرسه که راه لزوما درستی نیست میگه چون مدیرها خیلی تحت فشارن که نتایج مالی درخشان تحویل بدن که رشد کنن و بعد هم بتونن این موفقیت رو هی تکرار کنن اینجوری شده که انگار اینا دنبال اساره فضیلتن همش دنبال چکیده آموزه های موفقیتن لب لباب اصول موفقیت فرمول جادویی اون اندرز و راهنمایی محکم و قطعی که راهشون رو به سوی موفقیت نشونشون بده و واسه همین هم به هر کس و ناکسی آویزون میشن این وسط به عنوان مشاور توسعه کسب و کار راهنمای این منتور اون مربی فلان که بتونن برسن به اون جایی که میخوان برسن راه و یکی نشونشون بده اونایی که یه مقداری وضعشون بهتره اون مدیرایی که یه خورده وضعشون بهتره اینا میرن مطالعه میکنن میرن سراغ کتاب سراغ مقاله مثلا منابعی که در نگاه اول ممکنه معتبر هم به نظر بیان دیگه کتابه بر اساس کلی داده واقعیه و به نظر میرسه تحقیقات دقیق و روشمندی هم انجام شده واسش اینا رو میرن میخونن و پیاده میکنن توی شرکتاشون در سرتاسر سر جهان ولی متاسفانه این کتاب ها هم خیلی هاشون اساسا غلطن یعنی هم داده هاشون زیر سوال درستیش هم روش هاشون مقشوشه و خطا داره ایده اصلی پشتشون هم خیلی وقت غلطه که فرض میکنن که بیزنس اینطوریه که یه سری چیزها رو اگه پیاده کنی میرسی به نتایج قابل پیش بینی اصلا از این خبرانی نیست در دنیای کسب و کار اصلا نویسنده میگه این چند ده سال تلاش و این همه کاری که ریختیم ما توی این که بفهمیم چی باعث موفقیت کسب و کار میشه علم نیست خروجیش شبه علم واقعا سودو ساینسه شبه علم به چیزی مثل طالع بینی ستاره ها رو ببینیم از روش بگیم آینده ای مثلا این آدم اینطوری میشه تعریف شبه علم رو از روی ویکیپدیا فارسی بگم میگه که ادعاها باورها یا کارهایی که به غلط به عنوان علم ارائه میشن ولی بر پایه روش علمی نیستن مثل طب سنتی مثل بشقا پرنده ها، پیدایش بشقا پرنده ها، طالع بینی، کف بینی، فال قهوه، ستاره بینی، انرژی درمانی. این فنون موفقیت مدیریت و کسب و کار اینا هم میگه اینا هم همون شبه علمه. خوراک مطبوعات عام پسند باید باشه مثل همون بقیه شبه علم مجلات زرد و اینا باید پر باشه از این حرف فرایند علمی یه چیزیه که توش باید آزمایش انجام بدی برای اینکه ببینی یه فرضیه یه گزاره ی درسته یا نه اما تو شبه علم اساس کار به جای اینکه آزمایش باشه نقل و حکایت و لطیف خاطره و یه داده هایی که نمیشه ردشون کرد نمیشه اثباتشون کرد طبیعت کسب و کار یک طوریه که خیلی نمیشه توش آزمایش کرد دیگه فرض کن شما دوتا شرکت بخرید توی یکی یه استراتژی مدیریت پیاده کنی تو یکی یه استراتژی دیگه بعدی که موفق بشه یکی نشه نتایج این شرکت ها واقعا چیز زیادی به شما نمیگه درباره اینکه کدوم استراتژی مدیریت بهتره نویسنده میگه اصلا یه مقدار سوالی که ما میپرسیم غلطه و واسه همینه که جواب غلط میاد به جای اینکه بپرسیم چیه که شرکت ها رو موفق میکنه باید بپرسیم اصلا چرا اینقدر سخت میشه فهمید که عملکرد خوب اصلا چی هست Why is it so hard to understand high performance این باید سوال ما باشه واسه همین و به خاطر اینکه نمیشه خیلی فرایند علمی طی کرد در بیزنس نمیشه مو رو از ماست بیرون کشید اونطور که باید نمیشه هم به صورت علمی گفت کدوم بیزنس استراتژی باعث موفقیت میشه کدوم باعث شکست میشه اصلا موفقیت کسب و کار تحت تاثیر عواملی که خیلیاش خارج از محدوده اختیار و کنترل بنده و شمای مدیر واسه همین حتی تصمیمی که ظاهرا خوب و درسته هم لزوما نتیجه درست نتیجه خوب نمیده از این گذشته این دید ما به شرکت ها این فهم ما از اینکه کدوم شرکت خوب کدوم بده معمولا از کجا میاد از خبرنگارهای بیزنس میاد و از تحلیلگران کسب و کار اینها هم کارشون اشکال داره نویسنده میگه اینها هم که قرار منبع ما باشن مرجع ما باشن در واقع نویسنده میاد توی این کتاب چشم ما رو باز میکنه به یک سری خطاهای شناختی در این ارزیابی هامون که این خطاها رو هم ما داریم هم تحلیلگرا دارن هم ژورنالیستا دارن هم اونایی که اصطلاحا دارن کار علمی و اکادمیک میکنن در این زمینه ها دارن و میگه بیایم با این ابهامها ها با این کج ها آشنا بشیم بعد ببینیم با پرهیز کردن از اینا چطوری میتونیم تصمیمات استراتژیک بهتری بگیریم تصمیمات راهبردی بهتری بگیریم اولین خطایی هم که میره سراغش همون مهمترینشون از نظرش که اسم کتاب رو هم از رو همون گرفته هیلو افکت اثر حاله ای توی خیلی از متنا میگن یا بهش میشه خطای تعمیم دهی هم گفت توی این کانتکست چیه این چند تا ویدیوی خیلی خوب ازش هست تو یوتیوب که توضیحش میده با مثال تصویری خیلی خوب مطلب جا بنداز این خطای تعمیم دهی یا هیلو افکت ساده اینطوری توضیحش میده نویسنده اصلا خارج از این فضای کسب و کار میگه توی مصاحبه کاری معمولا کاندیداهایی که جذابتر به نظر بیان ماهرتر هم به نظر میان یعنی حتی اگه جوابای دو نفر به سوال یکی باشه اون آدمی رو که جذابتر مصاحبه کننده معمولا اینطور ارزیابی میکنه که ماهرترم هست اینجا خطای تعمیم دهی اتفاق افتاده باعث شده مصاحبه کننده جذاب بودن ظاهر آدم رو قاطی کنه با ارزیابی که از مهارت حرفه ایش داره قیمه های ظاهر رو بریزه در ماست باطن خلط مبحث کنه در واقع از کجا میادین از اینجایی که ما انگار سختمونی که در یه لحظه بیشتر از یک خصیصه یا یه ویژگی از یک آدم یا یک چیز یا یک پدیده رو در نظر بگیریم و تحلیل کنیم واسه همین معمولا میایم چیزها رو با هم قاطی میکنیم میایم اون ویژگی رو که قابل لمستره تره میگیریم طرفمون رو بر اساس اون قضاوت میکنیم بعد اون قضاوت رو بست میدیم به بقیه جنبه های اون آدم این خطای شناخت خطای تعمیم دهی، هیلو افکته تو یه مثال دیگه میگم مثلا یادتونه تو مدرسه یه بچه مثبتی که بود حرفاشو گوش میکرد منضبط بود معلم فکر میکرد که این درسش هم حتما بقیه بهتره اخلاقش هم حتما درست فکر پرتی بود دیگه ولی این جور قضاوت ها این جور پیش فرض ها خیلی معمولن و اینا همه اثر همون هیلو افکت هستن یک سوگیری که به عنوان اثر خطای شناخت هم گفتیم میشناسنش و باعث میشه که ما تعمیم بدیم یک ویژگی رو بگیریم تعمیم بدیم به جنبه های دیگر یک آدم یا یک پدیده یه اشاره کردیم به ضعف و نقص نگاه تحلیلگران کسب و کار و به خبرنگارا چیه قصه اینا اینه که معمولا وقتی میخوان ارزیابی کنن یا موفقیت شرکتی رو توضیح بدن اینا میان وضع حال شرکت ها رو در نظر میگیرن یه مثال خوبی کتاب میزنه چند تا مثال خوب میزنه یه دونش درباره شرکت ای بی بیه. یک شرکت خیلی بزرگ سوئدی سوئیسی سوئی 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 این زمانی موفق ترین شرکت بود در کل اروپا کتاب یادمونه دیگه کتاب مال سال 2007 یه مقدار قدیمیه اینو داشته باشیم وقتی این حرفا رو داریم میزنیم همون موقعی که موفق ترین شرکت اروپا بود فاینانشال تایمز میگفتش که علت موفقیت اینها ساختار سازمانی ماتریسی شونه و رهبری کاریزماتیک مدیر شونه و استراتژی درخشان شرکت بعد سال 2005 این شرکت سقوط کرد عملا تا مرز فروپاشی رفت همون مجله ها که از این چیزا تعریف کرده بودن الان میگفتن که آقا علت کله پا شدن این شرکت یکی ساختار سازمانی داغونشه یکی استراتژی های غلطشه یکی هم این مدیرشونه که خیلی متکبر و مغروره یعنی همون دلایلی رو که اینا قبلا برای موفقیتش میاوردن، می آوردن الان میگفتن اینا عامل شکست هستن چون علمی نیست برخورد دیگه چیزی که به عنوان دلیل موفقیت میگفتن در واقع بیان عملکرد کنونی شرکت بود عملکرد شرکت بود در اون زمان توضیح علت وضعیت نیست توضیح خود وضعیته خیلی مثال داره کتاب از شرکت های بزرگ ده سال پیش آی بی سیسکو، نوکیا، ای بی بی و شرکت های دیگه الان لابد اگه می اسم شرکت ها فرق میکرد ولی حرف کمابیش همونه یه مثال جالب دیگه که میزنه که خوب درک کنیم این خطای تعمیم رو شرکت سیسکو شرکتی که این یکی از بهترین عملکردهای تاریخی رو داشت همزمان با انفجار اینترنت سیسکو هم ترکوند و همه مجله های بیزنس و غیر بیزنس پر بود از ریویوهای درخشان درباره این اواخر دهه 90 مدیر عامل بود به اسم جان چمبرز سال 97 وایر مقاله منتشر کرد که آره این شرکت پر از شاینی هپی پیپل می درخشن از خوشی به هیچ کس سر کار اندازه اینا خوش نمیگذره بعدم گفتن که مدیریت این آقا توانایی توانایی‌های فروشندگیش فوق‌العاده است چه خریدایی چه هایی چه مهارتی به 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 چه چه, چه. فیلمو بزنیم جلو سال 2000 سهام شرکت فناوری شروع کرد افتادن سهام سیسکو از 80 دلار در آوریل 2000 رسید به 14 دلار یک سال بعدش هزاران کارمند اخراج شدند 400 میلیارد دلار ارزش بازار یهو انگار غیب شد در 12 ماه چی گفتن خبرنگارها و تحلیلگر... تحلیلگرای بازار فکر میکنی؟ همون مجله ها حالا شروع کردن حرف زدن پشت سر سیاست های مدیریتی و تشکیلاتی شرکت یکی نوشت که بله این گندی ای که خود سیسکو زده بله این اکوزیشن های غلط و این فناوری اشتباه و مدیریت ارشد شرکت و چقدر داغون بوده و فرهنگ اعتماد به نفس کار رو به اینجا کشوند و عجیبه واقعا چون همه این چیزهایی که تا چند ماه پیش که وضع شرکت خوب بود این مجله ها ازش تعریف میکردن الان شد دلیل بد گفتن ازش آیا مدیریت فرهنگ استراتژی شرکت میتونست در زمان کوتاه انقدر عوض شده باشه؟ نویسنده میگه نه اینا همونه این تناقضات در نتیجه گیری و در تحلیل نتیجه اون اثر تعمیم دادنه فقط هم مال اینا نیست نویسنده الانم میگه که مثلا گوگل استارباکس اصلا بیشتر این لیستای تحسین شده ترین شرکت های جهان اینا همه تحت تاثیر این خطا هستن این تمایل ما که بر اساس یک درک کلی که از یه چیزی به دست آوردیم یه پیش قضاوتی که از یه چیزی به دست آوردیم درباره جزئیات مشخصش نتیجه گیری کنیم چون فلانی قشنگه لابد تمیزم هست چون این بومیده لابد سوادم نداره جالب هم هست البته هر دو این شرکت ها بعدا به بازی برگشتن هم ای بی بی هم سیسکو ولی حرف سر جاشه دیگه نکته همینه که مفاهیمی مثل فرهنگ سازمانی و کور و Customer Orientation و رهبری و اینا چیزای سرراستی نیستن خیلی دقیق نمیشه تعریفشون کرد واسه همین ما میریم سراغ چیزهایی که قابل اندازه گیری هستن برامون مثل عملکرد مالی شرکت اونو اندازه میگیریم بعد اونو تعمین میدیم کیفیت های غیر قابل اندازه گیری رو هم بر اساس همون ارزیابی میکنیم اون وقت خیلی چیزهایی رو که مشارکت دارن در عملکرد شرکت اشتباه میگیریم با عواملی که ربط دارن به عمل کرده شرکت اتریبیوشن و کانتریبیوشن رو با هم قاطی میکنیم آدم حواس جمع اونیه که بفهمه که آقا شرکت موفق به جز یک مدیر خوشفکر و با دید باز و با مشتری مداری بالا و اینا چیزهای دیگه هم داره شرکت ناموفق هم ممکنه همه این چیزاش به خوبی و موفقه باشه خیلی شما میبینید توی رسانه هایی که اخبار مالی پوشش میدن مثل همین فاینانشال تایمز که چند بار مثال زده نویسنده میان میگن که شرکت های موفق منابع انسانیشون خیلی خفنه مثلا یا فرهنگ نوآوری توشون خیلی بالاست اما واقعیت اینه که منابع انسانی یا فرهنگ نوآوری اینها احتمالا بهتر از اون شرکتی که داره در بحران مالی دست و پا میزنه نبوده منتها چون اونش خوبه میگیم اینش هم خوبه همین چیزایی که تا حالا گفتیم واضحه که برای اینکه از این خطاهای شناختی نجات پیدا کنیم احتیاج داریم به تحقیقات دقیق علمی چون مقاله های مثلا همین هاروارد بیزنس ریویو و مکینزی کوارترلی و اینا هم نیستن از خطاهایی مثل این خطای تعمیم خیلی از این مقاله ها خیلی از این مطالعات مینازن به حجم زیاد داده ای که جمع کردن اما مثلا حواسشون نیست که اطلاعات زیاد رو اطلاعات زیاد داشتن بله ولی اینو بعد استفاده کردن اصلا معتبر نیست ولید نیست خیلیاش سوالی که باید بپرسیم اینه که آیا اصلا میشه در این زمینه ها کار علمی کرد؟ اصلا امکان پذیر یا نه؟ برای این باید بریم اون جایی که کار علمی انجام میشه کار علمی کجا انجام میشه؟ دانشگاه واقعیت اینه که وقتی داریم درباره تحلیل عمل کرده شرکت و حرف میزنیم اوضاع دانشگاه هم خیلی تعریفی نداره خیلی از ادبیات دانشگاهی هم اسیر این سوگیری های شناختی هستند. اسیر این کاگنیتیو بایاس ها هستند و اگر دانشگاهی ها که تربیت شدن که بتونن از این خطاها و سوگیری ها مسون باشن و حواسشون بهشون باشه اسیر همون خطاهایی هستن که ما هستیم مثل خطای تعمیم که گفتیم یا خطاهای دیگری که خواهیم گفت پس یعنی بقیه ای ما خیلی دیگه حواسمون باید جمع باشه که نذاریم این خطاها فکرمون رو مریض کنن این خطاهای شناختی هم که میگیم بگیم که منظور چیه اینا یه سری الگو که در های ما هستند ما چیزها رو با همین خطاها میبینیم و چون اینها خطا هستند به ما تفسیر غلطی میدن از مشاهداتمون حالا چطوری باید پرهیز کنیم ازش؟ یک راه پرهیز از همین خطای تعمیم مثلا اینه که تا تحقیقی رو دیدیم یا نتایج تحقیقی رو دیدیم بریم چک کنیم ببینیم متغیرهایی که مطالعه شدن مستقل هستن از هم یا نه متغیرها اون چیزهایی که میخوایم دربارهشون بدونیم مطالعه کنیم مثلا فکر میخوایم بریم رابطه خدمات مشتریان شرکت رو بدونیم با عملکرد مالی شرکت سوال اینه اگر خدمات مشتریان شرکت خوب باشه آیا این باعث میشه عملکرد مالی بهتر بشه یا نشه اگه دو تا متغیر ما یه چیز رو اندازه بگیرن معلومه داریم اشتباه میریم راه و دیگه و البته که متغیرهای مستقل داشتن لازم و کافی نیست چون خطاهای دیگری هم هستن که منجر میشن به خطای دریافت و خطای محاسباتی ما یکی از این خطاها که خیلی هم تکراریه و اگه خوب یادش بگیریم گول خیلی از این اصطلاحا تحقیقات رو نمیخوریم خطای قاطی کردن و یکی دونستن کورولیشن و کازیشنه مقالطه علت شمردن همبستگی همبستگی رو ببینی فکر کنی داری علیت میبینی تسبیب مایو اون چیزی رو که فقط مقارنه اون چیزی رو که فقط همبسته است با چیز دیگه فکر کنی که دلیلشه مثالش چیه؟ مثلا میگن که مدیران شرکت های موفق معمولا روحیشون بهتر سرحال ترن باید دقت کنی آقا این کرولیشن بود یا کازیشن بود اینایی کهشون دلیل دیگریه اصلا یعنی چون مثلا روحیش خوبه مدیر شرکت موفقه یا چون شرکت موفقه مدیر روحیش خوبه یا اینکه اصلا اینها همبستگی دارن مقارن هستن با هم روحیش بهتره و شرکتش موفقه یه مثال دیگه خارج از کتاب این مثال درباره شرکت ها نیست البته ولی همین حرفه همین خطای اشتباه کردن کورلیشن و کازیشن سر تیم ورزشی میشه اینو دید فوتبال رو خیلی میدونن شانس چقدر توش موثره دیگه اما ما معمولا اوضاع تیم ها رو بر اساس نتیجهشون تحلیل میکنیم حتی اوضاع مدیریت تیم ها رو اگه بگن نظر درباره نحوه مدیریت این باشگاه این فدراسیون چیه اگه قهرمان شده باشه یه جور حرف میزنیم اگه نشده باشه یه جور دیگه در حالی که خب مدیریتشون که یکی بوده مثالاش خیلی زیاده واقعا یه جایی که همش میبینیم این مقاله رو اگه دنبالش بگنیم توی مقاله های بهداشتی پزشکیه اینم باز خارج از کتاب من دارم میگم مثلا میگن اثر دانشمندا فهمیدن که اثر فلان چیز رو فلان چیز خیلی زیاده بعدش هم ساختار این گزارش های مقاله ها شبیه همه مطالعه کردن روی انقدر نفر آدم در یه بازه زمانی انقدی که اینا همش مثلا خوبه بعد دیدن که اونایی که صبحانه مثلا آب هویج میخورن بعد از را پلک چشم چپشون میپره بعد شما ممکن نتیجه بگیری پس برن که بعد از اورا پلک چشم, چشم چپ هم نپره باید سوان آب هویج نخور در حالی که این همبستگی دیگه این داره رابطه الی یه مقدار نزدیک روش فکری نویسنده و تیغ تندی که داره بر علیه بعضی از این مقالطه ها به روش فکری نسیم طالب نویسنده کتاب قوی سیاه و بسیار کتاب خوب و معروف دیگه اون البته خیلی نگران این ابهام ها و این خطاهاست هاست در دنیای مالی ایشون در دنیای مدیریت ولی نسیم طالب هم یک کسی بود که این کتاب که خود خیلی ازش تعریف کرد گفت این یکی از بهترین کتاب های مدیریتی که تا حالا نوشته شده زیاد مثال داره کتاب هم از این مقالته هم از مقالته های دیگه باز دوباره یه مثال دیگه از این اینه که میگه مثلا نرخ آمد و شد کارکنان یک شرکت رو بررسی کنی چقدر آدما میان و میرن اضافه میشن و حذف میشن از شرکت بعد نتیجه بگیری که بعد شرکت هایی که نیروی کار پایدارتری دارن عملکردشون هم بهتره در حالی که خب ممکنه بشه نتیجه برعکس هم گرفت دیگه ممکنه اینطوری باشه که اصلا شرکت چون پایدارتر مردم دلشون نمیاد برن و نیروی کار پایدارتر میشه میدونی چی میگم خیلی باید مواظب باشیم که نتایج تحقیقات رو نندازن بهمون خودمون بتونیم نگاه کنیم ببینیم که متغیرها چطوری تعریف شدن یه خطای دیگه یک که ابهام دیگری که در صحبت میکنه خطای دیلوژن آف سینگل اکسپلینیشنه این که فکر کنیم یه دلیل هست که یک پدیده رو میتونه توضیح بده ساده سازی بیش از حد این یه دامیه که حتی بعضی از مطالعات دقیق که گرفتار اون اثر خطای تعمیم هیلو افکت نمیشن گرفتار اون کازیشن و کورلیشن نمیشن ممکنه تو دام این بیفتن توی دانشگاه دلور یک مطالعه کردن دیدن که تا چهل درصد نوسانات مالی شرکت میتونه به خاطر پروژه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشه Corporate Social عدد بزرگ چهل درصد نوسانات مالی شرکت خیلی زیاده و ممکنه که آدم وسوسه بشه بگه آره مسئولیت اجتماعی CSR واقعا مهمترین عامل موفقیت مالی یک شرکت میتونه بشه اینطوری که این مطالعه دانشگاهی نشون میده ما معمولا واقعا فکر میکنیم مسئولیت اجتماعی ربط عملکرد مالی نباید داشته باشه یه کار خیره یه کار فداکارانه است مثلا کاری نیست که با انگیزه مالی انجام بشه اما نکته اینه که این نتیجه گیری درست نیست خطای سینگل اکسپلینیشن داره توش واقعیت اینه که سی انقدر در هم تنیده است با فاکتورهای دیگه شرکت مثل جهتیابی بازار مثل مدیریت خوب و اینا فاکتورهایی هستن که روی وضعیت مالی شرکت اثر میذارن اینطوری ایزوله و تکی بهش نگاه کردن خیلی گمراه کننده ممکنه باشه اگه بیایم به یکی از این فاکتورها تکی نگاه کنیم حتما راهمون اشتباهه اینا خیلی با هم و تو در تو قاطی هم و رو هم اثر میزنن یعنی حتی تحقیقات دانشگاهی درباره شرکت ها هم اسیر این خطاهای شناختی میشن و نتایج نامعتبر میگیرن و ما باید حواسمون باشه وقتی داریم یک تحقیقی رو میخونیم نتیجهش رو میخونیم حالا وقتی که زیرا به تحقیقات دانشگاهی رو اینطوری میزنه تکلیف کتاب های پرفروش کسب و کار معلومه دیگه احتمالا معلومی که نویسنده با اونها چه برخوردی خواهد داشت خیلی تیز و برنده نقد میکنه این کتابا رو میگه که حداقل از دهه هفتاد دارن این تحلیلگران بازار و مشاوران کسب و کار کتابهای راهنمای بسیار پرفروش منتشر میکنن واسه مدیرا سال 82 دو تا از مشاورای مکینزی آمدن کتاب نوشتن In Search of Excellence میگفتن که ما رفتیم موفقترین ترین شرکت های آمریکا رو مطالعه کردیم 8 تا اصل اساسی از توی اینها پیدا کردیم و اونها رو کردیم کتاب 8 تا کاری که موفقترین شرکت ها و بلا فاصله پرفروش شد تو آمریکا بقیه دنیا هم خیلی خوب فروخ اصلا یکی از پرفروشترین کتاب های بیزنس در طول تاریخ شد توی ایران هم دهه هفتاد،, هفتاد, شمسی ترجمه شد هم خودش ترجمه شد هم کتاب ها و تحقیقاتی بر اساس مدل اون کتاب نوشتن یه سری از بازورد هایی که های مدیریتی کلماتی که مدیر استفاده میکنن و خیلی مد شد استفاده ازشون از دل همین کتاب درآمد. بعد از دل همون کلمه های ها، دیگه ادبیات دیگه در اومد اصلا یک سفره باز کرد ادعای نویسنده ها اینه که ما این موفق ترین شرکت ها رو با یک روش سیستماتیک و منطقی و خیلی عینی انتخاب کردیم بعد رفتیم مصاحبه کردیم با مدیراشون دیدیم که اشتراکات اینها چیه رسیدیم به این هشت اصل موفقیت مثلا نزدیک مشتری موندن مثلا productivity through people یعنی چیکار کنیم که مردم با استفاده از هوششون مولدتر بشن نه اینکه فقط با کار جسمی بیشتر همه اینا خیلی هم خوب و درسته ولی مشکل میدونیم کجاست دو سال بعد از اینکه این کتاب در اومد 14 تا از این شرکت های فوق العاده و استثنایی اینا با سر اومدن پایین همین تحقیقات دقیق و موشکافانه ای که نویسنده ها میگفتن کردیم رو همون نویسنده این کتاب دست گذاشته میگه من رو همون ابهام دارم مشکلات پایه روش تحقیقی دارن تحقیق اینها از جمله یک خطای بزرگی که تو همین کتاب ها اثرش معلومه خطای دیلوژن of connecting the winning dots هه. این خطای the delusion of connecting the winning dots مال وقتی که اون چیزی رو که میخوای بررسی کنی و اندازه بگیری با یه عینک مشخصی انتخاب میکنی بر اساس اون نتیجه که میخوای بگیری میری موردهای مطالعت رو انتخاب میکنی فهمیدی چی شد دیگه مثلا میخواد ببینی فشار خون بالا از کجا میاد چی باعثش میشه بعد میری فقط اونایی رو که فشارشون بالاست میاری تو مطالعه اینطوری شما هیچ وقت نمیتونی نتیجه بگیری هیچ وقت نمیفهمی چرا ملت فشارشون بالاست بعد آدمای فشار پایین هم داشته باشی مقایسهشون کنی با اونا کیلو کیلو بعد از اون کتاب کتاب نوشته شد درباره فرمول برنده شدن کسب و کارها ولی بدون استثنا همه اون کتابا کتاب میگه که با روش های ضعیف به نتیجه رسیدن بدون استثنا نتیجه استنتاجات شبه علمیشون رو به عنوان پند و اندرز و ادوایس خیلی محکم و اینا به ما میفروشن از نظر متدولوژی خیلی داغونه ولی خیلی خوب میفروشن هنوزم خیلی خوب میفروشن مخصوصا اونایشون که استعاره های جالب تری دارن اونایشون که ادعاهاشون بزرگتره تصویرای بهتر و جذابتر میسازن چند تاشون کتاب بررسی کرده حالا کتابای بزرگ زمان خودشن که همون در جستجوی تعالی یکی گود to گریت از خوب به عالی هر دو اینا موفق هر دو خیلی پرفروش خیلی هم مشترکاتشون زیاده از قرار کلی از این تشبیهات معمول و استعارات هم اولین بار توی همین کتاب ها آمده مثلا تشبیه میکنن سبک استراتژی رو به روباه و جوجه تیغی و چیزی که خیلی بازورد شد توی سنت معمول شد تا سالیان سال هنوزم استفاده میکنن ازش مدیران مخصوصا چون اینا تو ذهنشون میمونه از فردا همه را میفتن که باید جوجه تیغی باشیم روباه نباید باشیم اینا ولی اساس ایده ای کتاب و روشش آب میده اصلا زیر سوال واقعا جالبم هست کتاب های دیگه هم هستن که اصل حرفشون همین حرفیه که این کتابا میزنن ولی اصلا تو بازار موفقیتشون به خوبی اینا نیست مثل کتاب مثلا What Really Works نویسنده میگه فرقش اینه که این کتابه پر از کلماتی که معمولی استراتژی، بیزنس کالچر، فرهنگ سازمانی، راهبرد، ساختار، مخاطب، مخاطب که میگیم یعنی مدیران، مدیرانی ای که این کتابها رو دنبال جواب، دنبال راه حل میخونن، دنبال مطلب و زبان علمی نیستن، دنبال قصه، دنبال روایتن، دنبال یه گود استوری ان، دنبال بالا پایین های دراماتیک داستانن. یه مطالعه توی دانشگاه شیکاگو کرده بودن نشون میداد که اگر شرکتی فلان سبک مدیریتی رو دنبال کنه چهار درصد عملکردش بهتر میشه روشش هم علمی بود اما راهنمایی های منتج از این مطالعه ده برابر وعده های رشد مثلا 40 درصدی که یه کتابی مثل گود تو Great میده هیچ دیگه واسه همین مدیر رو جذب نمیکنه حالا سوال اینه اگه واقعا این همه شرکت و این همه مشاور مدیریت و اینها انقدر متوهم و پرتن که تا خیلی غیر قابل پیش بینی تر از این حرفاست بعدش هم انقدر گیر دادن به دنبال این فرمول گشتن خودش حواس ما رو پرت میکنه از چیزایی که دم دستمونه و واقعا اصل مطلب همونه و باید اونها رو خوب بفهمیم و درست کنیم دو تا نکته کلیدی که ثابت شدن واقعا بارها و بارها که اینا قطعا تاثیر میذارن روی عمل کرد حرف عجیب غریبی هم توش نیست استراتژی اجرا راهبرد و اجرا استراتژی و اکزیکیوشن همه باید این کارا رو بدونن این اصلا هیچ نکته پیچیده‌ای توش نداره وقتی داریم یک تصمیم بیزنسی میگیریم، هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم از نتایج تصمیممون. پس ریسک زیادی در کاره. اما نمیتونیم هم که تصمیم نگیریم. اینجاست که استراتژی خیلی حیاتی میشه برای خوب کار کردن شرکت. این کتابای راهنما چیکار میکنن؟ میان میگن که بله استراتژی خوب باید شفاف باشه، باید درست تعریف بشه، well defined باشه. اما خب چون موفقیت استراتژی خیلی بسته به این داره که نوع محصول شما چیه و جنس بازاری که دارین و توش هستین چیه مهمتر از شفاف بودن این که استراتژی باید برای هدف شما مناسب باشه یعنی شما مثلا شفاف ترین و تعریف شده ترین استراتژی رو هم بذاری واسه رشد یه شرکتی که تو داره توی بازار اشباع کار میکنه خب به جایی نمیرسی که چون مناسب نیست درباره اجرا هم از همین ساده میزنه کتاب میگه که اجرا همینه دیگه که استراتژی رو چطوری اجرا کنیم چطوری پیاده کنیم ارزیابیش البته از استراتژی راحت تره به خاطر اینکه خیلی از کمیت هایی که باش سر و کار داره در اختیار شرکت هستن میشه کنترلشون کرد زمان تولید رو میشه کم کرد هزینه تحقیق و توسعه رو میشه بالا برد هزینه بازاریابی رو میشه پایین آورد اما باید بفهمیم که دنبال چی هستیم به جای اینکه مدیر بیاد بگی که باید استراتژی رو بهتر کنیم که خب حرف مفته مثل اینکه مثلا بیان بگیم آره همه باید بهتر کار کنیم باید بیاد بگه نه آقا مثلا باید جنس رو سریعتر برسونیم دست مشتری چون این قشنگ در راستای اون استراتژی ماست که بهتر کردن خدمات مشتریانمونه چرا اینا رو میگه نویسنده این آخرای کتاب به خاطر اینکه میگه اینا عوامل اصلی عملکرد شرکت هستن ولی فرمول جادویی نیستن اینا از همین چیزایی که من گفتم هم معلومه اینا رو هر کسی میتونه به آدم بگه اینا اون هولی گریل نیستن اصلا وجود نداره همچین چیزی همه هم میدونن اینا رو هیچ مدیری نیست که اینها رو ندونه اینا الفبای کاره میگه اینا رو به خاطر اینکه اصل حرفش اینه که بابا جون موفقیت روش تضمینی نداره یه روشهایی هستن که کمک میکنن که کسب و کارمون رو ببریم به سمت سودده شدن ولی حقیقتی که نمیخوایم خیلی از ما بپذیریم اینه که شانس نقشش خیلی زیاده اینه که هرچند که عمل کرد خوب شرکت واقعا همش رندوم نیست ولی اغلب این فاکتور شانسه که تعیین میکنه که شرکت شما موفق میشه یا نه اینکه به این درک برسیم که عملکرد کسب و کار به بسیار چیزهایی خارج از کنترل ما بستگی داره کمک میکنه که خودمون رو از شر یک سری خطاها و ابهاماتی مثل مثلا دیلوژن اف اورگانایزیشنال فیزیکس نجات بدیم این چه ابهامیه چه خطاییه این اون باور غلطیه که فکر میکنیم کسب و کار مثل طبیعت یک سری قوانین ثابت و تغییر نپذیر داره این همون مصیبتیه که مدیرای تجاری رو میندازه توی این فکر که اقداماتی که میکنن باید یه سری خروجی هایی داشته باشه کاملا قابل پیش بینی. یه روش خاصی وجود داره که تضمین میکنه موفقیت رو بیزنس ریسکه چیزی که برای موفقیت لازمه اینه که بله شرایط مناسب فراهم باشه ولی شما هم باید بختیار باشی واسه همین بهترین روش این نیست که یک استراتژی رو چون میدونی قطعا جواب میده انتخاب کنی باید اون استراتژی رو انتخاب کنی که بهتر از بقیه شما رو در موقعیت موفق شدن قرار میده چون این بهترین کاری که میتونی بکنی شرکت خوب اونیه که وقتی میبازه نویسنده مثال گلدمن ساکس رو میزنه حالا نمیدونم این کتاب قبل از بحران مالی نوشته شده نمیدونم اگه الانم میخواست بنویسه همین رو می نوشته یا نه ولی میگه که این شرکت وقتی میبازه طوری برخورد نمیکنه که انگار مدیریت باخته شکست و باخت رو یک المان طبیعی میبینه در موفقیت و بسیار شرکتیه که های بزرگ برمیداره و همین های حساب شده است که عامل موفقیت خیلی از شرکت های بزرگه اگر این رو بپذیریم و یاد بگیریم که بیزنس در ذات خودش ریسکیه مدیریت مدیریت ریسکه این رو هم بسیار میشه از نسیم طالب در موردش چیز یاد گرفت اون وقت دیگه این ابهاما کورمون نمیکنن این خطاهای شناختی راحت گولمون نمی‌زنن با حواس جنب ها رو ارزیابی میکنیم برمیداریم خطر میکنیم و امیدوار به موفقیت میریم جلو بهترین راه برای پرهیز از این ابهامات اینه که بفهمیم مدیریت یعنی ارزیابی ریسک و ریسک پذیری هم داره اما جنس راهنماییش از اینا نیست که یک نقل قولی بشه و مثلا کلام بزرگان از توش در بیاد و بشه قاب کرد زد به دیوار مدیر عامل و اینا از جمله راهنمایی و چیزهای مقدماتی که میگه باید بفهمیم اینه که آقا عمل کرده بیزنس مطلق نیست نسبیه شما بالاخره تای خط داری با یه رقیبی رقابت میکنی دیگه موفقیت شما به عمل کرده اونم بستگی داره ممکنه اصلا شما همه تصمیم درستا رو بگیری ولی نتیجت غلط بشه یه چیز دیگه که باید حواسمون بهش باشه اینه یعنی که موفقیت دائمی نیست داستان سیسکو واقعا محدود به سیسکو نیست همون سیسکو گفتیم برگشت بعدان به بازی ولی موفقیت معمولا دائمی نیست نویسنده کتاب آقای فیل روزنسوایگ میگه که من با مدیرای زیادی حرف زدم به خاطر کارم توی دانشگاه دیدم که این مدیران اجرایی خیلی هاشون بسیار باهوشی هستن، آدمهای سختگوشی هستن ولی درکشون از فرایند علمی درک درستی نیست واسه همین خیلی زود و ساده چیزهایی رو به عنوان داده علمی میپذیرن که واقعا چیزی بیشتر از نقل و حکایت نیستن. نیاز دارن معمولا این مدیرا که مصرف کننده های باهوشتری بشن برای این کتاب ها و محتوای های آموزشی مدیریت که هر کسی نتونه هر چیزی رو بندازه بهشون هر چیزی رو باور نکنن انقدر دنبال کپی کردن قدم های شرکت های موفق نرن مثلا اصل حرف کتاب اینه که آقا این ادبیات کسب و کار یک بخش بزرگیش پر از قضاوت های غلط و اشتباه ها و خطاهای شناختی چاپ اول کتاب 8 تا گفته بوده بعد تو چاپ های بعدی کرده 9 تا آخرش هم 2014 دو, دو تا اضافه کرد نهایتا شده ده تا مهمترینشون هم همون خطای تعمیم دادن هیلو افکته این خطاهای شناختی و این اتش ما و مدیرها برای اینکه همه چیز رو خیلی ساده بهمون به توضیح بدن یه سری پند و اندرز شلاقی بدن که همینا رو به کار ببندیم مثلا کارمون درست بشه باعث شده که این همه محتوای کم ارزش و بی ارزش و غلط زیاد بشه و زیاد مصرف بشه توصیه های نویسنده اینه که ریسک رو خوب بفهمیم متوجه بشیم که ریسک رو باید چطور اندازه گرفت چطور باید ارزیابی کرد چطور باید در موردش تصمیم گرفت بفهمیم که نقش شانس خیلی بیشتر از اونیه که معمولا ما دوست داریم بپذیریم و اینم بفهمیم که نتیجه بعد لزوما معنیش این نیست که مدیر اشتباه کرده از اون ور نتیجه خوبم لزوما به این معنی نیست که مدیر همه کاراش خوب بوده چیز مهمی که لازمه از این کتاب یاد بگیریم اگر مدیر نیستیم اگر مثلا کسب و کار نداریم یا تصمیمات اینطوری نمیگیریم اینه که آگاه بشیم به این خطاهای شناختیمون اونش به درد همه میخوره آگاه بشیم بشناسیمشون و حواسمون باشه که در زندگی در صحبت در فهمیدن جهان چطوری از اینها پرهیز کنیم چیزی که شنیدین اپیزود 15 همه پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردیم برای ترجمه اصطلاحات تخصصی این اپیزود که زیاد هم بود رضا لطفی و ستاره فروزان خیلی به من کمک کردند که بسیار ازشون متشکرم پادکست بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه از همه اپلیکیشن های پادکست هر جایی که پادکست گوش میدید میتونید بشنویدش از ناملیک از ساوند کلاود از سپاتیفای، از سایت خودمون bplaspodcast.com کام. متن کامل همه اپیزودها رو هم میتونید هم توی سایت خودمون بخونید هم توی ویرگول میتونید بخونید الان به زودی جاهای دیگه هم سعی میکنیم بذاریم که در دسترس همه باشه لیست اپیزودهای گذشته و اپیزودهای آینده و اینا هم همه توی سایت هست همچنین روش پشتیبانی فردی و همونطور که قبلا هم گفتیم کاملا اختیاری از پادکست رو کسایی که دوست دارن در تولید پادکست پشتیبانی داشته باشن میتونن با 16 دلار یا 48 هزار تومن پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشن فصل اولی که دیگه داره تموم هم میشه این اپیزود 15 هم بود اپیزود بعدی میشه اپیزود آخر این فصل همینطور که اول پادکست گفتیم پایه اصلی اپیزود های بی پلاس خلاصه های سایت بلینکیست هستن توی بی پلاس پادکست میتونید توضیحات بلینکیست ولی و لینک ثبت نامش رو پیدا کنید یه چیز دیگه ای که توی سایت میتونید الان ببینین اینه که کتابهایی رو که ما قبلا معرفی کردیم توی پادکست اونهایشون که به فارسی ترجمه شدن با ناشراشون صحبت کردیم میتونید با تخفیف اینا رو بخرین اگر بخواین بعضی هاشون نسخه های کاغذیش رو براش تخفیف داریم بعضی هاشون نسخه های الکترونیکش رو بعضی های نسخه های صوتی رو اینا رو همه رو توی سایت یه جایی گذاشتیم از کجا بخریم میتونید اینها رو برید لیست کاملش رو ببینید تو توضیحات این اپیزود هم لینک میدیم بتونید برید لیست اینها رو منظم ببینید ممنون از اسپانسر این اپیزود رهنما کالج ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته ممنون از ستاره فروزان و رضا لطفی و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت بی پلاس بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست